و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم در خدمت شما هستیم از برنامه مکتب خادی با درس زبان و ادبیات دری در ایستگاه چهارم درس امروز ما دوستان در مورد سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی است که میخوایم برای شما توضیحاتی در درس ارائه دهیم در قسمت دوم در مورد یک دستور زبان خاص تحت عنوان تقسیم بندی فعل به زمان در خدمت شما دوستان عزیزان خواهیم بود عزیزان قبل از اینکه درس را شروع بکنیم کانال ارتباطی ما حتما در نظر شما باشد انتقاد نظر پیشنهادات را برای ما ارسال کنید دو سف 964 780 255 چیل سیزده در واقع سامانه ارتباطی ما کانال ارتباطی ما با شما دوستان عزیز خواهد بود خب دوستان وارد پای تخته شویم و در مورد کار خانگی جلسه قبل برای شما توضیحات ارائه دهیم و سوال هفته قبلی را حل کنیم خب سوال چی گفته بود در عبارت زیر حرف های رفت را مشخص کنید حرف رفت چی بود دوستان گفتیم حرف به طور کلی به او کلمه ای گفته می شود که دارای معنای مستقل نمی باشد ولی در داخل جمله بین کلمات مستقل کلماتی که دارای معنای خاص هستند ارتباط و انسجام برقرار کند خب گفتیم یکی از این انواع حرف ها حرف های رفت بود حال حرف رفت یا ما بین دو جمله ارتباط برقرار میکرد یا ما بین دو کلمه رابطه ارتباط برقرار میکرد خب مت را بخونید دوستان عبارت چی میگوید عدالت اجتماعی یعنی عدالت و برابری که بر اساس آن تمام افراد جامعه از حقوق و امتیازات مادی و معنوی به صورت یکسان مستفید گردیده تا زندگیشان از تمام جهات در جامعه تضمین شده باشد خب نگاه میکنیم وارد کلمات میشیم که تحت عنوان حرفای رفت است عدالت اجتماعی یعنی عدالت و برابری حرف اول دوستان حرف واو است حرف واو عدالت و برابری نگاه کنید دوستان عدالت و برابری یک ارتباط که بر اساس آن یکی از حرفای رد دوستان حرفی کیه که بر اساس آن تمام افراد جامعه از حقوق و امتیازات حقوق و امتیازات پس یک واو دیگه مادی و معنوی یک واو دیگه به اینجاست به صورت یکسان مستفید گردیده تا مستفید گردیده که چی شود تا زندگیشان از تمام جهات در جامعه تضمین شده باشد پس دوستان نگاه کنید حروف، حروفی که ما تحت عنوان حرفای رب ده ای در واقع عبارت داشتیم ده این متن داشتیم این موارد بود حرفایی از جمله حرف واو حرف که حرف تا حرف چون این حرفایی هستند که تحت عنوان حرفای رب در زبان و ادبیات دری از او یاد می شود خب دوستان سراغ مانیتور برویم و درس جدید خودمان را شروع کنیم و بحث بکنیم که در واقع درس جدید ما چه چی چیزی میخواد بگوید برای ما خب بخش اول تحت عنوان سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی خب یکی از بحثایی که بارها و بارها در واقع از او ذکر شده تحت عنوان سفرنامه است سفرنامه یکی از در واقع انواع گزارش های بسیار بسیار مهم و اساسی است که می از او استفاده بکنیم برای بیان اطلاعات تاریخی، اطلاعات جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی که می تواند بعدی از او برخوردار شود. خب یک شخصی داریم در طول تاریخ دستان تحت عنوان ناصر خسرو قبادیانی اشان متولد سنه 437 هجری قمری در منطقه قبادیان از در واقع ولایت بلخ است ایشان در اون مکان به دنیا می آیند و در واقع رشد می کنند تحصیلات خود را دنبال می کنند و دارای یگان شغل دیوانی و شغل حکومتی می شد. البته ایشان در سن چل سالگی یک شب یک خوابی می بیند و این خواب باعث یک انقلاب فکری و دگرگونی در داخل ایشان می شد که کل کار و خانواده و زندگی و همه را رها می کند و از سفر می کند و در واقع حرکت می کند به ولایات و بلاد مختلف میرود به سمت در واقع آذربایجان را میرود ارمنستان را میرود ترابلوس را میرود شام سوریه در واقع فلسطین مصر تونس و در واقع خیلی از بلاد مختلف در دوره خود که در واقع در قرن پنجم بوده ایشان میرود و مسافرت می کند نتیجه او می شود هفت سال مسافرت که یک سفرنامه ای می این سفرنامه حاوی اطلاعات بسیار بسیار زیاد تاریخی دوستان جغرافیایی اجتماعی فرهنگی است که می بینیم دوستان این اطلاعات بسیار بسیار مهم است که می توان در حوزه های مختلف از او استفاده کرد سفرنامه ناصر خسره و معلومات زیادی از کعبه متبرکه اشخاص و رویدادها در جریان مسافرت حجت خراسان بیان کرده است حجت و و خراسان در واقع لقبی است که از طریف خلیفه عباسی به ایشان اعطا شده بود که در واقع ایشان می آید و به خاطر خدمات بسیار بسیار زیادی که انجام میدهد به این منصب و در این لقب در واقع شهرت پیدا می کند و در واقع یک نکته دوستان برایتون بگم بسیار مهم است در حوزه اشعار دری سه نفر حافظ قرآن است که در واقع قرآن را حفظ دارد یکی حافظ شیرازی است یکی در واقع رودک بلخیس و یکی هم همی جناب ناصر خسرو قبادیانی است که حافظ قرآن بودند و در واقع بعد از اینکه ایشان به آید و حرکت میکند به سمت مصر در مصر آشنا میشود با حکومت فاطمیان مصر و مذهب اسماعیله را انتخاب میکند و اونجا در واقع با این مذهب آشنا می شود و بعد حرکت می کند و به ترویج و تبلیغ این مذهب در نقاط مختلف دنیا می پردازد بعد از اون به دعوت حاکم در واقع بدخشان می آید حرکت می کند به سمت یمگه بدخشان و در منطقه یمگان بدخشان اشان در واقع دنیا می رود و مرقد امروزیشان در این منطقه قرار دارد کتاب سفر نامه ناصر خسرو قبادیانی دو یک نصر بسیار روان ساده و سلیس دارد به طوری که وقتی میخوانید لذت میبرید نصر نصر در واقع او سنگینی و نه تکلف و نه او دشواری معنا رو دارد که وقتی یک مصر رو میخوانی نفهمی چه میگوید و البته نصر نصر مسجم نیست مانند کتاب گلستان که در واقع گفتیم نصر مسجد داشت بلکه کتاب در واقع یک نصر بسیار ساده سلیس رسا و در عین حال شیوا دارد خب میخوایم یک مقداری در واقع از این سفرنامه رو برایتان دوستان بخوانیم و بدانیم که این کتاب در واقع نصرش چگونه است چه میگوید دوستان؟ چون به بسره رسیدیم از برهنگی و آجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم خب چه میگوید دوستان میگوید خب به سمت بصره حرکت کردیم از فرط خستگی از ناتوانی لباس هم نداشتیم در واقع جامعه هم نداشتیم و حرکت کردیم مانندی انسان های دیوانه شده بودیم سه ماه بود که در واقع موی سر را اصلاح نکرده بودیم سلمانی را ندیده بودیم میخواستیم که در گرما بروم باشد که گرم شود که هوا سرد بود و جامع نبود میگفت میخواستم گرما و حمام برویم هوا بسیار سرد بود از شدت این سرما میخواستیم به سمت گرما برویم که اونجا خود را گرم کنیم من و برادرم هر یک لنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پارهی در پشت بسته از سرما گفتم یعنی از شدت نگاه کنید سرما هم که نداشتن اکنون ما را که در حمام گذارد با این وضعی که ما داریم با این کسیفی با این برهنگی کسی ما را در حمام خود قبول میکند خرجینکی بود که کتاب در آن می نهادم بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرما به بانده میگه یک خرجینکی داشتیم داخلش کتاب بود در رقع اون خرجینک را دادیم و در قبال چند درمکی او کاف درمک دوستان نشانه کوچک کردن از تسخیر است میگه چند پیسه ناچیز در قبالش گرفتیم چی شد؟ میگه او را دادیم به گرما به بان گفتیم شاید بیدیم به گرما بان ما را در حمام راه بداد گرما بان یعنی همو حمام چی دوستان؟ که ما را دمکی زیادتر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم یک چند لحظه در اوقت. میگه بحث کلمه دوستان دمک یعنی چی دمک به معنای چند لحظه چند لحظه کوتاه چند لحظه کوتاه بیشتر ما را بگذارد که داخل گرمابه و حمام باشیم تمام این شوخ شوخ معنای چرک چرکار چرک ها را از بدن بکنیم <تصح> چون آن درمک ها پیش او نهادم در ما نگریست خب میگه همون که چند پول ناچیز و چند پیسه ناچیز را جلوی گرما گذاشتم یک نگاهی دما کرد چی گفت؟ پنداش که ما دیوانه ایم فکر کرد فکر کرد ما انسان های ای هستیم گفت بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند میگه برید برید جای دیوانگان نیست مردم میخوان وارد حمام شوند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم و اجازه ورود به گرمابه را به ما نداد از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم کودکان بر در گرمابه بازی میکردن پنداش کردند که ما دیوانگانیم در پی ما افتادند و سنگ انداختند و بانگ میکردن بله فکر کردن دیوانه هستن بچه ها جمع شدن ما به گوشه باز شدیم به گوشه باز شدیم یعنی به گوشه برگشتیم و به تعجب در کار دنیا مینگریستیم و با تعجب به دنیا نگاه کردیم که عجب دنیای عجیبی است خب دوستان وارد بخش دوم شدیم تحت و عنوان قواعد دستور زبان در حوزه قواعد دستور زبان می در مورد فعل صحبت کنیم فعل چی بود دوستان در جلسات قبلی گفتیم فعل کلمه ای است که روی دادن یک کار یا انجام دادن یک حالت را در یک زمان مشخص بیان می کند یعنی کاری انجام می شود ولی در یک زمانی که مشخص است حال فعل به لحاظ زمان به سه قسم تقسیم می شود یا فعل ماضی است دوستان یا فعل مزاره است و یا فعل هم فعل مستقبل یعنی فعل آینده می باشد حال خود این فعل ها دو سان طریقه ساخت دارد وقتی میخواهیم فعل ماضی را و فعل مزاره را یا فعل آینده را بسازیم یک نحوه ساخت دارد ولی دو جز دارد همه این فعل های سن و فعلی که دوستان برای شما بیان شد دارای دو جز است یک جز ثابت است که تحت عنوان بن فعل ما را میشناسیم و نام میبریم یک جز دیگر دارد تحت عنوان جز غیر ثابت جز متغیر تحت عنوان شناسه خب حال بن بون, بون میگیم در واقع ریشه یک فعل است ریشه یک فعل که میخواد ساخته بشه از چی ساخته میشود از مستر ساخته میشود حال میخواد بن ماضی باشد میخواد بن مزاره باشد نوه ساخته در واقع بون را برای شما اینجا آورده میگوییم بون بن ماضی دوستان نگاه کنید بن ماضی برای ساختن بن مازی چیکار میکنیم ابتدا میایم ماضی نگاه کنید دوستان میگویم در در بن مازی اول او حرف نی که در انتهای مستر هست را حذف میکنیم گفتیم مستر در واقع نام دیگری دارد تحت عنوان اسم فعل که کلمات شبیه به فعل هستند شبیه به هستند ولی تفاوتش این است که زمان ندارد خوردن نوشیدن گشتن آمدن رفتن نگاه کنید دوستان اینا همه چی هستند. اینا همه مستر هستند. خب انتهای او یک نونی دارد انتهای همه این مسترها دوستان چی دارد؟ یک حرف نون دارد که میم چیکار میکنیم؟ او را بر میداریم مثلا میگم از مستر گفتن خب اون را وردار چی میشود؟ میشود گفت گفت میشود بون مازی ما حالی بون مزاره اگه بسازیم چی میشود؟ در ساختن بون مزاره ابتدا میم امو مستری که داشتیم دوستان امر میکنیم دستوری میکنیم قدم اول بعد از اینکه دستوری کردیم حرف ب ابتدای این کلمه ای که ساختیم رو دوستان حذف میکنیم یعنی چی یعنی نگاه کنیم ما یک بون داریم به نام رفتن رفتن خب دستور کنیم امر به رفتن برو امر به رفتن برو پس میبینیم که ابتدای امر به رفتن یک ب دارد دوست نگاه کنید دوستان حرف ب داره این ب را می اندازیم ب را اگه حذف کنیم چی میشود میشود رو میشود رو نگاه کنید بون مزارع ساختنش این گونه شد در ادامه شناسه داریم برای شناسه چه میگوییم میگوییم شناسه جزء متغیر است جزئی است که در هر شخصی از افعال در واقع ماضی مزارع آینده در تمام شخص ها شش شخص داریم دوستان متفاوت است برای هر شخص جدا می آید برای اول شخص ام دوم شخص ای سوم شخص بعض وقتا عد است بعض وقتا ندارد البته سه شخص مفرد است در شخص های جمع، اول شخص جمع ایم، دوم شخص جمع اید، سوم شخص جمع، چی میشه دوستان؟ اند میشود، نگاه کنید این میشود شش شناسی که در واقع میتواند در ادامه ساختن فعل دما کمک کند خب حالی وارد ساختن فعل شویم، میخوایم یگان فعل رو بسازیم، طریقه ساختن یک فعل چگونه است؟ اول وارد فعل ماضی میشیم نگاه کنید دوستان میخوایم یک فعل ماضی بسازیم طریقه ساختن چی بشه فعل ماضی دوستان میگویم بن ماضی به علاوه شناسه بن ماضی را جمع میکنیم با شناسه میشود در واقع فعل ماضی ما خب دوستان نگاه کنید در صرف فعل حال میخوایم صرف فعل بکنیم در اسلاید قبلی براتون توضیح دادیم گفتیم که صرف فعل چیست صرف فعل در واقع آوردن شش شخص فعل در واقع فارسی فعل دریس در صورت پشت سر هم به ترتیب پشت سر هم دیگر اگر به آیت میشه در واقع چی؟ صرف فعل خب حال ما میگیم که فعل مازی فعل مازی چیز فعل مازی او فعلی است که از بون مازی و شناسه با همدیگر ترکیب شده است نگاه کنید دوستان میگویم ما شش شخص داریم سه شخص مفرد است سه شخص جمع است مفردات و جمع ها خب در اشخاص مفرد ما سه شخص داریم اول شخص دوم شخص و سوم شخص یعنی نگاه کنید دوستان سه شخص داریم خب ما گفتیم که یک بون فعل داشتیم یک بون فعل ماضی داشتیم که جمع میشد با شناسه ما رفت نگاه کنید دوستان رفت میشود در همه اینها ثابت است نگاه کنید دوستان رفت در همه اینها ثابت است که گفتیم بن بن همیشه در همه اشخاص ثابت است او جزی که متغیر است چیست او جزء متغیر در واقع میشه چی دوستان می شود حمید در واقع شناسه ما در اول شخص ام در دوم شخص ای در سوم شخص مفرد نگاه کنید دوستان ندارد وقتی ندارد ما میگوییم توهیست یعنی خالص شناسه ندارد اول شخص جمع این می شود دوم شخص اید می شود و سوم شخص اند می شود نگاه کنید. حالا اگه بخوایم صرف کنیم دوستان چی میگوییم میگوییم رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتن این را میگویند صرف فعل نگاه کنید صرف فعل ماضی شد حال وارد فعل مضارع شویم در ساختن فعل مضارع چگونه است در ساختن فعل مضارع دوستان میگوییم که یک می داریم ترکیب می شود با بون مزاره و در انتها شناسر هم به او اضافه می در واقع نگاه کنید دوستان خب حالا در اشخاص ما دقت کنید بر روی اسلاید خب بون فعل اول مشخص کنیم که بون فعل ما کدام است بون فعل ما رو است از رفتن امر به رفتن برو،, برو دار، رو نگاه کنید دوستان رو در همه ای اشخاص به صورت چی آمده است؟ به صورت ثابت آمده است در تمامی های مزارع ثابت است خب او جوزی که در واقع گفتیم فعل مزارع نشانه است چیش؟ نشانه فعل مزارع می ابتداست نگاه کنید در ابتدای همه اونها یک می هم آمده است که در واقع می شود نشانه مزاره خب شناسه کدام است؟ شناسه ما قسمت باز هم مثل اسلاید قبلی برای هر شخص جداگانه آمده می روم می روی می رود می روی می, می, روی می روید می کنید این شد فعل مزاره ما و طریقه ساخت و در فعل آخری برسیم دوستان فعل آخری ما چیز فعل آخری ما فعل آینده یا همه فعل مستقبل است در فعل مستقبل میگوییم که ما یک خواه داریم که با شناسه و بون مازی جمع بسته شده ترکیب اون میشود در واقع فعل آینده خب وارد حوزه فعل آینده شویم میگوییم که مفرد داریم و جمع درست است دوستان؟ بله خب نگاه کنید ما یک خواه در ابتدا داریم خواه در ابتدای همه تکرار شده بعد در کنار ای خواه اومدیم شناسه را دوستان شناسه ها را در کنار ای خواه جمع بستیم نگاه کنید ایم اید اند ام ای اد. نگاه کنید دوستان شناسه ها جمع شده و در انتها بون مازی آمده بون مازی هیچ تغییری نکرده ثابت 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 برای همه ذکر شده خب چی میشه صرف فعلش خب میگیم فعل آینده صرفش اینگونه گونه خواهم رفت خواهی رفت خواهد رفت خواهیم رفت خواهید رفت خواهند رفت این شد طریقه ساخت و طریقه صرف فعل آینده خب دوستان با این تواصیف با این مواردی که برای شما ذکر شد کار خانگی جلسه آینده شما این میشود چی میشود؟ میگویم فعل ماضی از مصدر شنیدن فعل ماضی از مستر چی دوستان؟ شنیدن و فعل مزارع از مستر خوردن را شما برای ما صرف کنید خب صرف فعل رو براتون گفتیم سنا و فعل ذکر شد طریقه ساخت طریقه ترکیب اون برای شما بیان شد حال ما از شما دو تا فعل خواستیم گفتیم که فعل ماضی از مستر شنیدن و فعل مزارع از مستر خوردن را شما برای ما صرف کنید و بگوید که صرف فعل او چگونه است خب دوستان و گرامیان عزیز در پایان جلسه ای امروز رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید درس امروز در عین سنگینی در عین سختی در عین در واقع عمقی بودن مطلب او دلچت ساده روان و شنیدنی بود خب دوستان عزیز حتما قبل از خداحافظی برایتان بیان بکنیم که رو کانال ارتباطی ما را در نظر داشته باشید از طریق کانال ارتباطی ما انتقاد پیشنهاد نظرات خود را برای ما ارسال بکنید دو سیف نو سد و شست و, 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 و این کانال ارتباطی ماست که میتوانید با نظریات زیبا و بیان دیدگاه ها و آرای خود ما را خوشنود سازید تا جلسه بعد شما عزیزان را به لای پاک می خداوند یار و نگهدارتان